شهرت و کارهایی که آدم وادار به انجامشون میشه. گلاسیا سلام، امروز داریم با هم یکی از بهترین فیلم‌های سال‌های اخیر رو ببینیم، یعنی فیلم The Substance یا ماده. خیلی پیشنهاد داده بودید، منم خوب چاکر شما براتون قرارش دادم، امیدوارم خوشتون بیاد. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپور کامل صحنه‌های خشنشم باشه. با شروع فیلم یه تیم تحقیقاتی رو میبینیم که با سرنگ یه ماده سبز به تخم مرغ تزریق میکنن که یه رفعی به دوتا تبدیل میشه. حالا به تالار مشاهیر هالیوود میریم. ستاره ای رو به یاد زنی به اسم الیزابت اسپارکل دارن رو زنی میچسبونن که یکی از معروفترین های هالیوود الان شناخته میشه. اما چند سالی میگذره و کم کم همه الیزابت رو فراموش میکنن چون سنش داره بالا میره. البته که همچنان ویدیوهای ایروبیکش همه جا پخشه، ولی خب دیگه اصلا بیرنده های زیادی نداره. انقدری تنها شده که حتی تولدش رو فقط همکاراش بهش تبریک میگن و وقتی میخواد بره دستشویی هم مجبور میشه از دستشویی مردون استفاده بکنه. در همین حال تهیه کننده تلفنی به کسی میگه که باید از الیزابت بخوام که بره و باید یه نفر جدید بیاریم چون داره ریت برنامه‌مون پایین میاد. با رفتن تهیه کننده الیزابت جلوی آینه به خودش نگاه میکنه و از بلاهایی که داره سرش میاد واقعا ناراحته. خیلی زود همین اتفاق میفته. تهیه کننده به الیزابت میگه که دیگه نمیتونیم همکاری بکنیم و میبینه که از همه جا دارن پوسترها و عکسشو برمیدارن. انقدر قضیه رو مخشه که یه دفعه تصرف وحشتناکی میکنه. وقتی چش باز میکنه توی بیمارستان و بهش میگن اتفاقی برات نیفتاده و نگران نباش، ولی حالش خیلی بده و همونجا میزنه زیر گریه. دکترم تنهاش میذاره و از اتاق خارج میشه. پرستاری که اونجا سمیر چکاپ آخر بکنه و متوجه زخم عجیبی رو دستش میشیم، در آخرم لباس الیزابت رو بهش میده و از اتاق میره بیرون. وقتی الیزابت از بیمارستان خارج میشه متوجه بسته تو جیب لباسش رو وقتی درش میاره روی فلش نوشته شده ماده. یه کاغذی هم کنارش که روش نوشته شده این زندگی منو تغییر داد. اینجا یه دفعه پیرمردی سمت الیزابت میاد و بهش میگه ما دبستان رو با هم دیگه میگذرونیم. من از اون موقع فهم کردم تو خوشگل ترین دختر دنیا یا هنوزم همیشه به فکرتم. این مرد که اسمش فرد شماره‌اش رو به الیزابت میده و از اونجا میره. الیزابت که به خونه میرسه خیلی بهش فشار اومده و برای همینم فلش رو به تلویزیون وصل میکنه. راوی فیلم میگه ما ماده‌ای ساختیم که اگه به دی ان ای انسان تزریق بشه باعث میشه که دی ان ای یه نوع جدیدتری از خودش رو تولید بکنه، به شکلی که انگار یه مدل دیگه از خودش ساخته میشه و فقط هم یک هفته میتونه با اون زندگی بکنه و بعد دوباره به حالت قبلی خودش برمیگرده. البته الیزابت فکر میکنه اینا همه چرت و پرته و برای همینم فلش رو میندازه توی سطل آشغال. اما طولی نمیکشه و شب که تنهایی رفته بار حالش بد میشه و به خونه برمیگرده. دوباره جلوی آینه خودش رو میبینه، به پوسترهای قدیمیش نگاه میکنه و از توی سطل آشغال فلش رو بیرون میکشه. شماره این شرکت رو برمیداره، بهشون زنگ میزنه و بهش میگن که فردا برات بستر رو میفرستیم. یه اتفاق دیگه هم روز بعدی میفته. الیزابت میبینه که توی روزنامه آگهی برای جایگزین کردن خودش توی برنامه پخش کردن. داره توی نامه‌هاش میگره که بسته از همون شرکت پیدا میکنه. یه بسته سیاه و وقتی بازش میکنه توی اون آدرس و یه شماره نوشته شده. دنبال آدرس میره و به انبار دورافتاده میرسه. توی اونجا یه سری کمد وجود دارن که با استفاده از شماره‌ای که براش فرستادن کمد خودش رو باز میکنه. جعبه‌ای رو برمی‌داره و به خونه میاد و بازش میکنه. لوازم خیلی زیادی اینجاست. اولی سرنگی که روش نوشته شده فعال ساز، روی دومی نوشته نگهدارنده. حتی دو تا بسته عجیب و غریبه که روی یکیش نوشته شده غذایی برای جسم ماتریکس و غذایی برای جسم دیگر. الیزابت جلوی آینه وای میسته و یه بار دیگه خودش رو نگاه میکنه و از تصمیمش مطمئن میشه. حالا ماده فعال ساز توی سرنگ میریزه و بدن خودش تزریق میکنه. بعد مدتی درد شدیدی بدنش رو میگیره و روی زمین میفته. فریاد میکشه و همینطوری که داره تکون میخوره میبینیم توی بدنش یه چیزی داره حرکت میکنه. در آخر کمر الیزابت انگاری کاملا باز میشه و یه نفر دیگه ازش بیرون میاد و حالا اون جسم روی زمین بیهوش و الیزابت جدید اونو نگاهش میکنه. با دیدن خودش توی آینه از زیباییش لبخندی میزنه و یاد دستورالعمل کار میفته. سری سوزنی برمیداره و بدن الیزابت که روی زمینه رو میدوزه که براش مشکلی بدن پیش نیاد. بعدم آخرین دستورالعمل رو اجرا میکنه که سرومی رو بعد به خودش و الیزابت روی زمین وصل کنه. ساعتی گذشته و الیزابت جدید هنوز شوکه است، اما از همه چیز راضیه. همچنان بدن قبلیش روی زمین دستشویی افتاده و جلوی آینه با خودش حرف میزنه و از صدای جدیدش خوشحاله. البته که یه دفعه خون دماغ میشه و یاد دستورالعمل بعدی میفته که استفاده از ماده نگهدارنده است. با این ماده باید چیزی رو از کمر الیزابت قدیمی بیرون بکشه و به خودش تزریق کنه. حالش خیلی بهتر شده و همین که با زندگی جدیدش وفق پیدا میکنه میره سراغ روزنامه‌ای که انداخته بود دور و به همون تبلیغی که برای استخدام جدید گذاشته بودن زنگ میزنه. یه لباس جذابم برای خودش میخره و به محل تست و مصاحبه میره. تهیه کننده و کارگردان دارن آدم‌های مختلف تست میگیرن ولی هیچ کدوم راضی نیستن تا نوبت به الیزابت جدید میرسه. البته اون خودش رو سو معرفی میکنه و از زیبایی اون بهش خیره میشه. سو خیلی زود استخدام میشه و تهیه کننده بهش میگه که دو هفته دیگه فیلمبرداری رو شروع میکنه. الیزابت جدید یا همون سو که میدونه بیشتر از یک هفته نمیتونه تو این جسمش باشه سعی میکنه برنامه رو جابجا کنه، اما تهیه کننده حاضر کلی بهش پول بیشترم بده تا با برنامهش کنار بیاد. سو هم در آخر قبول میکنه. زندگی جدید سو شروع شده. همه بهش توجه میکنن، دائما توی فوتوشوت های مختلف شرکت میکنه و عکس و پوستراش همه جا پخش میشه.
هر روز هم ماده نگهدارنده استفاده میکنه که مشکلی براش پیش نیاد و فیلم برداری های اول رو انجام میده. هفته اول پایان میرسه و سوت دستورالعمل ها یه سرم دیگه به خودش شد. الیزابت تزریق میکنه و لحظاتی بعد از حال میره و الیزابت دوباره به هوش میاد. تهیه کننده زنگی به الیزابت میزنه و ازش میخواد به شرکتشون بیاد. اول الیزابت خوشحاله، اما وقتی میرسه میبینه که فقط لوازمش رو میخوان بهش تحویل بدن و همه چی براش تموم شده. این در حالیه که هنوز جسم سوت توی دستشویی خونه بیهوش افتاده. توی یکی دو روز بعدی الیزابت تقویمی درست میکنه و توی اون مشخص میکنه چه روزهایی قراره سو باشه و چه روزهایی الیزابت. بالاخره پکیج جدید همون ماده هم براش ارسال میشه و خیلی سریع به همون انبار میره و تحویلش میگیره. بعدم که میرسه خونه دوباره همون کارها رو انجام میده و سو به هوش میاد و الیزابت از حال میره. حالا سو میدونه که اگه قراره اینطوری زندگی کنه باید یه کاری بکنه که اون جسم قدیمی رو زمین نمونه. برای همینم دیوارها رو چک میکنه و متوجه فضای خالی میشه و شروع به کندن اونجا میکنه. از سر و صدای زیاد صابخونه میاد شکایت بکنه و وقتی که سو رو میبینه انقدر از زیبایش خوشش میاد که بهش میگه اب نداره، ببخشید مزاحمت شدم. سو بالاخره یه اتاق جدید و مخفی درست میکنه و بدن الیزابت رو اونجا میذاره. تو یکی دو روز بعدی هم عکس و پوسترهای خونه رو هم جابجا میکنه تا اینجا دیگه رسما بشه خونه سو. بالاخره اول فیلم برداری رسمی و پخشش میرسه و کارگردان و تهیه کننده و همه ازش راضیه. همین امشب سو با چند تا همکاراش میرن یکم اشغال بکنن که با پسری هم آشنا میشه و با هم به خونه برمیگردن. میخوان رابطه برقرار کنن که سو خون دماغ میشه. با سرعت میاد تو دستشویی و میفهمه که یک هفته به پایان رسیده و غذایی که به الیزابت باید تزریق میکرده دیگه تموم شده. اینم میگم جریان غذا اینطوریه که چه الیزابت چه سو هر کدومشون که بهوشن باید 7 روز به اون یکی غذا بدن و الا ممکنه که اون کلا نابود شه. حالا الیزابت به تموم شدن غذا توجهی نمیکنه، یه بار دیگه به خودش نگهدارنده تزریق میکنه و میره به رابطش با پسر ادامه بده. اینجاست که وقتی پسر زیپ لباس سو رو باز میکنه یه دفعه حس میکنه همه اعضای بدنش دارن بیرون میریزن. وقتی چشمشو باز میکنه صبح شده. حالا الیزابت بهوشه و سو از حال رفته. پسر نامه روی دیوار گذاشته که متوجه میشه اون صحنه آخر دیشب توهمش بوده، اما الیزابت اینجا متوجه میشه یکی از انگشتهای خودش پوسیده و انگار خیلی پیر شده. الیزابت با سرعت میره دستشویی و کمر خودش رو نگاه میکنه، متوجه میشه رد اون قسمتی که سو دیشب ماده نگهدارنده رو بیرون کشیده روی بدنش مونده، چون اون غذا تموم شده بوده. برای همین خیلی سریع به شرکت زنگ میزنه و میگه چه اتفاقی برای بدنش افتاده و اونا میگن تقصیر خودت، ما گفته بودیم که فقط بعد 7 روز اونجا بمونی. بعدن تاکید میکنن چه توی این جسد باشی چه اون یکی، تو به هر حال خودتی، خود تصمیماتو میگیری و باید این توازن رو بین زندگیت برقرار کنی. الیزابت فیلمی که با تو بدن سو ضبط شده رو هم نگاه میکنه و انگاری بازم حسودیش میشه. برای همین وقتی که دوباره براش بستر رو میفرستن خیلی سریع به همون انبار میره و جعبهشو برمیداره. منتها این بار صدایی به گوشش میرسه که خیلی میترسه و برای همین هم سریع میره توی کافه تا یکم آب آسیاب بیفته و اگه کسی تعقیبش میکنه ازش فاصله بگیره. اینجا متوجه پیرمردی میشه که میز کناریش نشسته و یه زخمی رو دستش که دقیقاً شبیه همون پرستاریه که وقتی رفت تو بیمارستان دیده بود. حالا متوجه میشیم اون بوده که اصلا این نامه رو تو جیبش گذاشت و بهش گفته که از این ماده استفاده کنه. پیرمرد به الیزابت میگه فقط میخواستم مطمئن شم حالت خوبه. الیزابت هم تایید میکنه و میگه هیچ مشکلی پیش نیومده و از جریان انگشتش حرفی نمیزنه. اما پیرمرد ادامه میده که خیلی بد جامعه طوری شده که ما رو مجبور کرده از این ماده استفاده کنیم تا دوباره به جوونی خودمون برگردیم. الیزابت که دیگه خیلی حالش بد شده و استرس گرفته سری پولو حساب میکنه و اونجا خارج میشه. وقتی خونه هم میرسه باز حالش خوب نیست که یه دفعه با شماره فرد مواجه میشه، همون همکلاسی قدیمیش، کسی که گفت همیشه چشمش دنبال زیبایی های الیزابت بوده. برای همینم به زنگ میزنه و باهاش قرار میذاره. شب میشه و الیزابت لباس خیلی قشنگ میپوشه و خودش رو آرایش میکنه و میبینیم که در این حال هی میره و سو رو نگاه میکنه تا میخواد صورت خودش رو شبیه اون کنه، اما هر کاری میکنه موفق نمیشه. در آخر که میخواد بره بیرون یه دفعه با پستر سو مواجه میشه و دوباره میاد سراغ آرایشش، اما انقدر قضیه رو مخش که همه چی رو پاک میکنه و کلا نمیره سر قرار. بعدم بسته که جرید آورده بود و باز میکنه و یه بار دیگه خودش رو به سو تبدیل میکنه. زمان فیلم برداری قسمت بعدی رسیده و سو متوجه یه برآمدگی رو بدنش میشه. وقتی میره توی دستشویی و اونو بهش فشار میاره یه دفعه یه تیک بال مرغ بدنش میفته بیرون. سری به همون شرکت زنگ میزنه و جریان رو میگه و اونا بهش میگن که احتمالاً به خاطر عادتهای بد غذایی خودت یا اون یکی جسمته. دوباره هم تاکید میکنن هر دوی اونا خودتی، پس نمیتونی ما رو محکوم کنی، باید خودت اینو یاد بگیری. وقتی الیزابت به فیلم برداری برمیگرده متوجه میشه که همه چیزو کنسل کردن. خیلی نگران شده و هاروی یعنی همون تهیه کننده صداش میکنه. برخلاف تصورش هم خبر خوبی رو بهش میدن، اینکه ازش دعوت شده تا به عنوان همکار مجری توی یکی از بزرگترین برنامه‌های دنیا برای جشن سال نو شرکت کنه. انقدر این قضیه برای سو خوبه و به خودش داره خوش میگذرونه که اصلا فراموش میکنه باید هر هفته خودش رو عوض بکنه. تقریبا یک ماه توی همین بدنش میمونه و هرچی میگذره بلاهای بیشتری سر بدن الیزابت میاد. از جای دیگه خیلی میترسه و برای همینم دوباره خودش رو با الیزابت عوض میکنه.
الیزابت جسمش کاملا دیگه انگاری چروک شده، یکی از پاهاش کاملا خم شده و اصلا حالش خوب نیست. به شرکت زنگ میزنه و جریانو میگه و اونا میگن انتخاب خودت بوده، اما اگر بخوای چون تو جسم اصلی هستی میتونی همین الان آزمایشو تمومش بکنی، فقط کافیه کلا بیخیال سو بشی و به زندگیت ادامه بدی، اما نمیتونی اتفاقاتی که الان بر بدنت افتاده رو دیگه برگردونی به حالت قبلی. تو چند روز بعدی الیزابت دیگه اصلا به سو فکر نمیکنه و به زندگی خودش میخواد ادامه بده، اما فشار روانی خیلی زیادی روشه، مخصوصا که مصاحبه‌های خیلی معروف و جنجالی و از مجریهای معروف با سو توی تلویزیون میبینه. توی یکی از مصاحبه‌ها یه نفر از سو سوال میکنه که راز زیبایی چیه و اون میگه راز خاصی ندارم، فقط خودمم. بعدم به این تاکید میکنه که من اصلا برنامه‌های الیزابت رو ندیده بودم، همه چی رو سعی کردم به شکل خودم اجرا بکنم، برای همین به نظرم موفق شدم، چیزایی که حسادت الیزابت رو 10 برابر میکنه. برای همینم سعی میکنه تا جایی که میتونه غذاهای ناسالم بخوره تا به سو آسیب بزنه و در آخر بازم تصمیم میگیره که به اون شانس ادامه دادن بده. این بار که سو به هوش میاد اولی که برای خونه ساخته شده خیلی عصبانی میشه، برای همینم تا جایی که میتونه ماده نگهدارنده از بدن الیزابت بیرون میکشه و مدت 3 ماه رو توی همین جسمش میگذرونه. بالاخره زمانش میرسه که روز بعدی قرار اولین برنامه خودش رو به عنوان مجری برنامه سال نو اجرا کنه، اما خوندمامو شما متوجه میشه ماده های نگهدارندش تموم شده و دیگه هم نمیتونه بدن الیزابت چی بیرون بکشه. به شرکت زنگ میزنه و اونا میگن تو باید به بدن الیزابت اجازه میدادی که اون ماده رو تولید بکنه، اما الان که تموم شده تنها راهت اینه که اون رو دوباره به زندگی برگردونی، ولی کار خودت هم تمومه. حالش بدتر میشه، خروشو به دستشویی میرسونه که حالا میفهمیم یه مردم آورده بوده تو خونه که سر و صدا رو میشنوه و میاد دم دستشویی. الیزابت با همون حال داغون خودشو به کنار الیزابت میرسونه و بهش تزریق میکنه تا دوباره اون به هوش بیاد. الیزابت خیلی سریع درو قفل میکنه که مرد متوجه نشه و پشت در فریاد میزنه که برو گم شو بیرون. جسم الیزابت تبدیل به یه هیولای فوق العاده وحشتناک شده، حتی نمیتونه درست راه بره. به شرکت زنگ میزنه و میگه میخواد این آزمایش رو متوقفش بکنه. اونا میگن تو اولین فرصت برات بسته لازم رو میفرستیم. روز بعدی نامه براش میاد که بستتون رسیده و الیزابت بعد اینکه تمام جسم و صورت خودش رو میپوشونه خودش رو به همون انبارها میرسونه و جعبه رو تحویل میگیره. به خونه برمیگرده، سو رو میاره وسط پذیرایی، جعبه رو باز میکنه و یه ماده سیاه که روی سرنگش نوشته شده نابودگر رو آماده میکنه. یه دفعه یاد حرف همون مسئول شرکت میفته که گفته بود اگه اونو نابودش بکنه قرار چیزی به حالت عادی برگرده، فقط باید همینطوری که الان هستی ادامه بدی. با این حال مقداری از ماده رو تزریق میکنه، اما قبل از اینکه تمومش کنه پشیمون میشه. دلیلش هم دیدن گل و کادوهای مختلف از آدمایی که طرفدار این زنن و دارن بهش تبریک میگن که فردا قرار اون برنامه رو اجرا کنه. الیزابت به سو میگه باید بلند شی، تو باید بری تو همون برنامه و امروز خودت رو نشون بدی، اما خب دیره چون همینطوری بدون وقفه داره دماغ سو خون میاد بیرون. سعی میکنه از سرومی که داره استفاده کنه، بازم تاثیر نداره. یه دفعه سرومو به سرنگ میزنه و اونو مستقیم به قلب سو تزریق میکنه. همین لحظه سو یه دفعه خون بالا میاره و حالا هر دوشون به هوش میان. حالا سو که خیلی عصبانیه با وحشیگری به الیزابت حمله میکنه، اونو انقدر کتکش میزنه که در آخر توی دستشویی پناه میگیره. سو که قدرتش خیلی زیادم شده سر الیزابت جلوی آینه میگیره و میگه نگاه کن چقدر زشتی و شروع میکنه به کوبیدن کلش توی آینه. الیزابت سعی میکنه فرار کنه اما بازم موفق نمیشه. سو انقدر میزنتش داره که الیزابت هیچ حرکتی نمیکنه که یه دفعه سو یادش میاد بابا من و این جفتمون یه نفریم، من میزنه زیر گریه. البته که دیره چون دیگه کار الیزابت تموم شده و نفس نمیکشه. با این حال سو حاضر میشه و شب خودشو به محل برنامه زنده میرسونه. حاضر میشه و همه محو زیبایی شدن که یه دفعه حالش بد میشه و میره توی دستشویی. دندوناش دونه دونه شروع به افتادن میکنن و خب دلیل اینم از بین رفتن سازنده اصلیش یعنی همون الیزابته. یه دفعه فکری به سرش میزنه، از دستشویی بیرون میاد، سعی میکنه از ساختمون خارج شه، اما تهیه کننده و چند تا از افراد دیگه میان سمتش و تهیه کننده میگه که همه میخوایم لبخند قشنگ تو رو ببینیم. سو بدونه که دندوناش معلوم شدن لبخندی میزنه و سریع از اونجا میدوره طرف خونهشون. همین که میرسه میره توی دستشویی و ماده فعال سازی که بار اول الیزابت به خودش زده بود رو پیدا میکنه. اون که قبلا سبز بود حالا رنگش زرد شده و با این حال به خودش تزریقش میکنه. سو میخواد یه ورژن بهتر از خودش رو دوباره درست بکنه، اما این خب جور دیگه ای پیش میره. وقتی چشماشو باز میکنه جلوی آینه یه موجود فوق العاده وحشتناک وایساده، موجودی که بهش میگیم الیزا سو، یعنی ترکیبی از الیزابت و سو. یه ترکیب خیلی غیر معمول که روی سرش کله الیزابت قرار داره و طرف دیگه‌اش کله سو. همه چیز خیلی سورئال شده. الیزا سو لباس سو رو میپوشه و روی صورت خودش کله سو رو میچسبونه. ببینین تهیه کننده و افراد دیگه پشت درش وایسادن و با لبخندی بهش خوش آمد میگن. اصلا به هیچ چنگاری شک نکرد. الیزا سو خودش رو به محل اجرا میرسونه و میره روی سن. همین که ماسکشو برمی‌داره همه شوکه میشن. حالا فریاد میکشه و میگه من همون الیزابت بودم، اما شما مردم شما
بیننده ها انقدر سور رو دوست داشتید که کاری کردید من خودم متنفر بشم. همه شروع به اعتراض میکنن و میگن ما سور رو میخوایم نه تو رو، و یه دفعه بهش حمله میکنن. همین لحظه کله بالایی الیزا سو میپره و یه دفعه خونی رو تمام تماشاچی ها میریزه، حتی روی دوربین میپاشه. همه در حال فرارن و وحشت زدن که الیزا سو با همون حالش از اتاق خارج میشه و روی زمین یه دفعه میفته. حالا تبدیل به یه ماده شده که روی زمین حرکت میکنه و به زور خودش رو به همون ستاره ای که تو بلوار مشاهیر هالیوود قرار گرفته بود میرسونه و روی اون وامیسته. بالاخره لبخند میزنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. آقا من دوباره کانال گلاس گیم رو فعال کردم، یه ویدیو هم چند روز پیش گذاشتم و بچه‌ها گیم آنلاین زدیم لیتال کمپانی، دوست داشتید ببینیدش، خیلی ویدیو جالبی در اومده. انتقاد سازنده با انتقاد نابودگر کاملا متفاوته. ما توی دنیا الان متاسفانه فقط داریم انتقاد نابودگر میبینیم، چیزهایی که اصلا منطقی ندارن و صرفا به خاطر علایق شخصی آدم‌ها داره شکل میگیره. خیلی از سلبریتی‌ها، کسایی که آرزوی شهرت رو دارن، قربانی همین قضیه میشن و برای همین هیچ وقت خودشون راضی نیستن. چیزی مثل بادی شیمینگ که باعث میشه بدن خودت متنفر باشی، یا یه سری بهت میگن زشتی، یه سری با رفتارت مشکل دارن. و خلاصه که متاسفانه همونطوری که گفتم، بیننده‌ها یا کسایی که طرفدار حساب میشن، همون فن هم بلد نیستن که بتونن ابراز استعداد درستی بکنن و صرفا میان جنبه منفی خودشون رو به دیگران انتقال میدن. بازم میگم این چیز 100% نیست، دارم میگم اکثر نه تمامشون. این فیلم همین صحبت میکنه. ما آدمی رو داریم که انقدر خفن و معروف بوده، براش ستاره ساختن توی همون پیاده روی مشاهیر و توی همچین جای قرار داره، اما هیچ وقت نمیتونه ازش لذت ببره، چون از یه جایی به بعد به خاطر سنش داره فقط هیت میگیره، داره فراموش میشه، همه دارن اونو کنار میذارن، چون یه پروسه طبیعی داره پیش میاد و این واقعا چیز مسخره ایه. برای کسی مثل سو که تمام زندگیش حرفه کاریش بوده، این خیلی قضیه سنگینیه. برای همینم هم حاضر میشه که دست به هر کاری بزنه تا حتی یه ورژن جدیدتر خودش تولید کنه، حتی بی توجه به اینکه داره به خودش آسیب‌های زیادی میرسونه. اما اون لحظه آخر که ما موجودی به اسم الیزا سو رو میبینیم که ترکیبی از الیزابت و سوه، خیلی قشنگ ما نشون داده میشه که هر دوی اینا یه نفرن. بارها تو فیلم گفته میشه اما خب درکش نمی‌کنیم. اما اینجا میفهمیم که هر دوشون یکی شدن، یعنی هم اون جوونیه برای خود الیزابت بوده، همین چیزی که الان بهش رسیده، اما مردم هی بهش میگن برو گم شو، ما سو رو می‌خوایم، ما اون جوونیه رو می‌خوایمش، فقط می‌خوان اینو نابودش بکنن. اما این آخر فیلم ما می‌بینیم که لبخند می‌زنه. اینجا لحظه ای که ما میبینیم اون سر اضافی الیزا سو از بین میره و انگاری قبول میکنه خودش اینه، قبول میکنه هر دوی اینا خودش بوده و میره روی همون ستاره و تصمیم میگیره که از چیزی که بهش رسیده لذت ببره. این یه اکامپلیشمنتی بوده، این یه دستاوردی بوده که توی جوونی به دست آوردتش و هنوزم میتونه باش ادامه بده، فقط که شاید همونقدر نتونه از مردم انرژی مثبت بگیره، باید کنار بیاد با اینکه داره فراموش میشه، باید کنار بیاد که خود واقعیشو قبول بکنه. این قبول کردن خود واقعی دلیل لبخند آخر الیزا سو. حرفایی که زدم حرفایی بودن که سازنده های فیلم و نویسنده اش چند تا هم مصاحبه گفتن، مقالاش تو اینترنت هست، یه راتن تومیتوس آی ام دی بی وجود داره و با دونستن اینا میفهمید که چقدر فیلم حرف مهمی رو میخواد بهمون بزنه. قضیه ای که داره باعث میشه خیلی از سلبریتی ها جون خودشون رو بگیرن، یه رفیق دست کار بکشن، یه رفیق کلا برن گم و گور بشن، و همه اینها برمیگره به فن های اونها. به خاطر اینکه میگم درست بلد نیستن بعضیا طرفداری بکنن، بعضیا اسمشون رو فن میذارن ولی در اصل هیترن. برام امیدوارم خوشتون اومده باشه چون فیلم خیلی خفنیه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.